سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد. شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رد. ملاقات در معرفی خود میگوید آزادی است، طرفدار برابری و حامی حقوق مردم. او به خاطر شرکت در اعتراض های و فعالیت در شبکه های اجتماعی در حبس به سر می برد. در زندان نقده سجاد شهیری فعال مدنی ساکن نقده است. 35 ساله و اهل فوتبال و کوهنوردی. طی سالهای گذشته بارها بازداشت و زندانی شده. به دلیل شرکت در اعتراض مردمی. از اعتراض ها به نتایج انتخابات سال 88 تا شرکت در اعتراض های آبان 98. او تابستان سال 97 به دلیل شرکت در مراسمی در قلعه بابک بازداشت شد و یک سال بعد در تیرماه سال 98 هم به دلیل حضور در مراسم یادبود قربانیان اعتراض های سال 88. 25 روز در سلول انفرادی محبوس بود و پس از آزادی به 20 روز حبس محکوم شد. حبسی که آن را تحمل کرده بود. اما بازداشت دیگری هم در انتظار او بود. شش ماه بعد در زمستان سال 98 باز هم سلول انفرادی میزبان او شد این بار به مدت دو ماه. در شرایط قطع کامل ارتباطش با خارج از زندان و بازجویی هایی نفسگیر. بازجویی همراه با فحاشی و تهدیدهایی که او و خانوادهش را هدف قرار میداد تا تحت فشارهای روحی اعتراف کند به آنچه بازجوها از او میخواستند سجاد شهیری در زمینه دفاع از حقوق اقلیتها در ایران حمایت از آموزش به زبان مادری و کتابخانی به زبانهای محلی هم فعال بود علاوه بر اینها مجموع فعالیت‌هایش در شبکه‌های اجتماعی هم در پرونده امنیتی او درج شد به عنوان مصادیقی برای اتهام تبلیغ علیه نظام مطالبی که در نقد جمهوری اسلامی نوشته بود از فقر و مشکلات معیشتی تا اعتراضهای کارگران و بازنشستگان از زندانیان سیاسی و عقیدتی تا قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراینی با شلیک موشک های سپاه پاسداران قاضی امیر کیومرسی رئیس شعبه 103 دادگاه کیفری نقده این فعال مدنی منتقد را به شش ماه زندان محکوم کرد و سجاد شهیری چهاردهم فروردین امسال برای گذراندن محکومیتش روانه زندان نقده شد تا دیوارهای بلند این زندان او را از خانوادهش و از پسر کوچکش محمد امین هفت ساله جدا کند.